خب ادامه میدیم ده به خاطر انستالشن نود های ما. نود ما هم تقریبا مثل زمی است دیگه، کدام چیز خاص دیگه نداره و فعلا تنها یک کنترولر مون است. بس میریم نیو ورچوال ماشین. نکست سنتای 7 نشته میکنم. CLIENT client 1 میرم دمی فولدر خود ما VM ده کلاستر. اوکی میگیم نکست This microphone appears to contain an existing virtual machine. خب یکی هست میگه خب بهتری است که یک کار کنیم یک VM در داخل از دارم. بله یک نیو فولدر میگم در داخل از او CLIENT1 client 1 در داخل از این نصب میکنیم. Next بیس جی بی نیاز نداره، 15 جی بی میگیرم. کستمایز هاردویر یک جی بی گرافیک سایی هست، خاطر گیر گرافیکی نمیگیرم، جی آی نمیگیرم. بخشین یک جی بی رم سایی هست، این هم درست هست، مشکل نیست. یک گیر برج میگیم و اینجا میگیرم امیج ما رو انتخاب میکنیم. Restless. Finish. Power on میکنیم. اینستالیشن شروع میشه. اولی رو انتخاب میکنیم. سیلوت شدن شروع میشه، بعدا انستالشن ادامه میاد. زبان انتخاب میکنیم. انستالشن دسک انتخاب میکنیم. دان انستالشن سورس موسو یس سافتویر. از اینجا ای بار تنها سرور عادی رو انتخاب میکنیم. میشه که منیمال هم بگیریم، میشه ورکستیشن هم بگیریم. خب بهتری است که خوب است، چون هر دو سیستم هم میتونه کلاینت باشه هم سرور. پس سرور بدون جی آی میگیریم، خوب تر است. خود نظرم تن میگیم تایم زون ما تن میگیم. خب یس و نمیذاره نتورک ما. ایره آن میکنیم و ایره هم تغییر میدیم.
حسن المرة نجم كي سي ال اي ان تي 1 سلايد سلايد كلاينت 1 دوت لوكال كلاينت 1 دوت لوكال هوست و begin installation root password مثلا root password user مثلا client man بخش انا که یک دست تایپ میکنم چون یک دست ما هم رای دست رای سیست کردیم گوشه که دست ماست که مایک دور نزدیک نشه خب مثل پروسه نصب قبلی است ایره هم پاس میگم تا که تمام شوه وقت ما ضایع نشه خب انستالشن ما تمام شد و ریبوت نیاز داریم و ریبوت میکنم سیستم را بله سیستم ما لود شد فعلا ما یک کلاینت و یا سرور میتونه اردیش باشه یک سیستم داریم که فعلا جی آی نیست به شکل کماند لاین فعلا هستیم به خاطر لاگین شدن مثلا روت یوزر ما اگه بخوایم لاگین شویم روت پسورد ما پاسورد ما رو میزنیم و بله پیلا نو داخل سیستم ما لاگن هستیم اف کانفیگ میبینه که انترفیس داریم نداریم بله انترفیس ما داریم ای ان اس 33 فعلا گفتم که چیز نداریم آیپ آدرس فعلا نداریم بعد انسپ نکنیم کارن ورکن دایرکتوری ما تا روت هستیم فعلا خب خیلی ایرم پاور آف میگیم خب چیزی که ما نیاز داریم بیشتر از دو کلاینت هست یعنی میشه که دو سه کلاینت باشه فعلا فقط یک کلاینت داریم به خاطر که وقت ما بیشتر ضایع نشه خب اینجا آمده ایره اول درگ میکنیم بالا دو فولدر کلاستر مینازیم خب ما یک کلاینت را داریم میشه که بیدیمی که ایره انستال کنیم دوباره میشه که یک کلون بگیریم از این یک سنپشات بگیریم بله و ویم ویر ورکستیشن که هست گزینه چی داره؟ سنپشات داره نخیر سناپ شات نیباید کلون گفته شد یعنی کلون بله کلون گزینه سناپ شات داره سناپ شات چی میکنه سناپ شات اگر میگیرین احیانا سیستم های شما خراب میشه یک چیز را نصب میکنین خراب میشه میشه که دوباره امی از سناپ شات میرین دوباره او را چی میکنین ریستور میکنین وقتی که ریستور کردین اما کامپیوترتان در حالت اولیش قرار میگیره برای فعلا سناپ شات نیاز نداره مثل که از روی منیجر کلون میگیریم
کلون، نیکسٹ نیم، کرنٹ سٹیٹ آف این ورچوئل مشین والے سٹیٹ فیلیشا، حالت فیلیشا کلون میگریم، لنک کلون بھی کروایا، فل کلون میگم کہ فل کلون بھی دوست لنک کلون چیز گفتا لنک کلون از اے ریفرنس ٹو دا اوریجنل ورچوئل مشین اینڈ ریکوائرس لیس ڈسک اسپیس ٹو اسٹور ہاؤ ایور اٹ کین ناٹ رن وداؤٹ ایکسیس ٹو دا اوریجنل ورچوئل مشین لنک کلون با او کلون گفتا ہے سکے با ورچوئل مشین اولی چی دور ایک لنک دورا درست است که اسپیس کم تر میگیره لیکن با اون لینک داره مثلا اگر ورچوال ماشین اولی تون دیلیت کنین باز یه ورچوال ماشین کلون گرفتگی هم چی میشه کار نمیکنه فول کلون افل کلون از کمپلیت کاپی اف دی اوریجینال ورچوال ماشین ان ات اس کرنت استیت دس ورچوال ماشین از فولی اینڈیپندنت بات ریکوایرز مور دسک اسپیس تو استور فول کلون مثل امو ورچوال ماشین که از روش کلون گرفتین مثل امو هست با تمام مشخصاتی از او و دسک سپیزی که نیاز دارم بیشتر از لینک کلون هست پس ما یک فول کلون میگریم چون ما نمی خواهیم که ورچوال ماشین اصلی اگه خراب شود ما این ورچوال ماشین هم عدس بدیم پس نیکس میگیم نام میزره میگذاریم کلاینت دو و جایش هم تبدیل میکنیم از مای داکومنت در کجا؟ در درایوی که دیگر راه هست VM کلاستر یک نشتا می کنیم CLIENT client 2 یک فولدر نو ساختیم و دمی فولدر می خواهیم که باشه اوکی میگیم فنش کلونگ شروع میشه و برای ما کلون میگیره بعد پس اگر نیاز دارین که بیشتر از یک ورچوال ماشین داشته باشین که همیش با هم یکسان باشه یعنی با مشخصات باشه بهتر است که از روش کلون بگیم از اولی به خاطر از کنترل وی ام به خاطر کلون نگرفتم که چون یک محیط گرافیکی داشت نه ما گفتیم که یک محیط بدون گرافیکی یا کامان لاین باید داشته باشیم به با خاطر دومی را نصب کردم و بعد از او از روی دومی کلون گرفتم منتظر میمونیم که کلونینگ ما چی شده تمام شده چون از بله کلونینگ مونجا تمام شد ایرم کلوز میگیم خب ایر هم ده اینجا بندازیم یک کلون دیگه هم نیاز داریم یا یک کلانت دیگه هم نیاز داریم پس یک کلون دیگه هم از اینجا میگیریم نیکست نیکست فول کلون نیکست client 3 change the destination folder vm cluster new folder client 3 and ok finish منتظر از یه همیه باشم تا که
کلوننگ کلاینت سوم ما تمام شده تو به نظرم که همیشه کلاینت یا کنترولر که جمله چهارده میشه که فرق میکنه چون ما فقط روی محیط تستینگ هستیم و یا کانفیگریشن از اینا را میکنیم نیاز نیست که بیشتر از این داشته باشیم چون ما فعلا کدام کلاسترینگ سرویس را و یا کدام کلاسترینگ سافتویر روی از این اصلا میشه چون او یک کپ بعدی است و این کپ علایده است ما فقط محیط را فعلا در این درس ما محیط را تنظیم میکنیم که یعنی یک کلاسترینگ نتورک چه قسم ساخته میشه نه ای که یک کلاسترینگ سیستم را اینجا را اندازی کنیم ما فقط نتورک شما در نظر گرفتیم بله این هم تمام است و کلوز میگیم یه هم اینجا آمدی را پس درک میکنم در این قسمت خراب خب ما اینجا به همون درست در شده و ایره هم بالای بالا ما از روی کلاینت یک چه کردیم کلون گرفتیم کلاینت دو سیره فقط یک تغییر دیگه همینجا نیاز است او ای است که چون کلون که است مستقیم کپی از یک اپراتینگ سیستم است پس تمام چیز از را کپی میکنه و در اینجا ما یک چیز را نمیخواهیم که مستقیم کپی از یک دیگه است باشه او چی است؟ او عبارت از نتورک ادپتر کارت ماست به خاطر که اگر نتورک ادپتر کارت دو سیستم یک رقم باشه پس ما یک فیزیکال آدرس یا مک آدرس ما هم یکسان میباشه و ما در یک نتورک نمیخواهیم که دو فیزیکال آدرس یکسان باشه به خاطر که به مشکل برمیخوره مثل ای میمونه که ما دو تا IP آدرس یکسان در یک نتورک داشته باشیم حالان که وقتی که ما دو IP آدرس یکسان در یک نتورک کسید کنیم بر ما ایرور میتوه پیش از کسید کنیم میگه ای دوپلیکیت است چون در اینجا ما فعلا نتورک را نداریم بر ما ایرور نداده خب به خاطر که مشکل حل کنیم پس سر مثلا کلاینت دو کلیک میکنیم یا سرش راست کلیک میکنیم میریم سیتینگز به خاطر که دوپلیکیشن از بین ببریم اول چی میکنیم همی نتورک ادپتر ما را یک بار ریموو میگیم یا دیلیت میکنیم دوباره چی میکنیم دوباره اد میکنیم اد نتورک ادپتر و میریم تنظیمات زیرا پس دوباره بریج میگیم و اوکی میکنیم کلاینت سیره هم همچنان راست کلیک میکنیم سیتینگز ادپتر ریموف اد add new network adapter finish and از اینجا برج را انتخاب میکنیم و برج میگیم و اوکی میکنیم خب برای فعلا ما محیط ما آماده است یک کنترولر نود داریم یک کلاینت کلاینت یک کلاینت دو و کلاینت سه داریم برای که تنظیمات دیگر را اجرا کنیم بخریم فعلا چون ویدیو طولانی نشه را قطع میکنیم تا ویدیو بعدی ادامه میدیم فعلا وقت خوش